درود بر شما زبان آموزان گرامی امیدوارم که حالتون خوب باشه با درس دو از زبان سال نهم همراهتون هستم عنوان درس travel travel به معنی مسافرت و سفر کردن هستش lesson 2 درس دو travel مسافرت conversation مکالمه conversation یا گفتگو صورت سوال گفته که listen to the conversation گوش بدید به مکالمه between بین a tourist یه توریست and و a receptionist یک منشی واجه tourist از tour یعنی تور مسافرتی و است uh, پسفند شغل ساز درست شده tourist یک گردشگر توریست و واجه receptionist از فعل receive یعنی گرفتن دریافت کردن reception که حالت اسمیش میشه یعنی دریافت دریافت و receptionist هم یعنی کسی که دریافت میکنه یا میپذیره پذیرنده یا دریافت کننده یا رو هم منشی میشه و استش هم که پسوند شغل ساز هستش خب receptionist receptionist میگه welcome to our hotel sir welcome welcome یعنی خوش آمدید از صفت well معنی خوب و کام یعنی آمدن رو هم شده welcome دو تا تغییر کرده یکی که الش شده یکی دو تا ال شده یه ال و صدای کام شده کم welcome welcome to یعنی خوش آمدید به our hotel به هتل ما sir سر یعنی آقا یه آقای ناشناسی رو اگه بخوایم خطاب بزنیم و صدا کنیم میگیم سر How can I help you? چطور میتونم من کمکتون کنم؟ How can I help you? و تورست گردشگرم گفته که My name is Paul Kress My name is Paul Kress. اسم من Paul کرس هست یا به لحجه امریکایی پال اسم پاول پول توی لحجه بریتیش و پاول در لحجه آمریکایی اسم من پاول کرسه I'm from Germany I'm from Germany من اهل آلمان هستم با آلمان کشور آلمان میشه جر Germany. جرمنی I have a reservation here من دارم یه رزرو یه رزرو اینجا دارم و here هم به معنی اینجا هستش here خب بپردازیم به این واژه reservation یعنی reserve و از چه فعل میاد از فعل reserve میاد به معنی رزرو کردن و وقتی t i o n میگیره که بشه اسم میشه reservation reservation به معنی رزرو هستش من اینجا یه رزرو دارم و منشی هم میگه که reception says I see. I see. متوجه هستم. I see. Are you staying here for two nights? آیا اینجا شما اقامت میکنید؟ میمونید به مدت دو شب؟ آیا شما میمونید اینجا به مدت دو شب؟ For اینجا به معنی برای و به مدت معنی میده. به مدت دو شب. و the tourist... گردشگر یا توریست هم میگه یس yes, بله my وایف and آی همسرم یا خانومم و من تو انگلیسی وقتی یه نفری رو به همراه خودمون میخوایم بگیم تو برعکس فارسی میشه یعنی توی فارسی میگیم مثلا من و دوستم ولی توی انگلیسی به خاطر ریسپکت احترام طرف رو میگیم بعد خودمون رو یعنی دوستم و من اینجا هم گفته my wife and I uh, خانومم یا همسرم به من are visiting visiting داریم ویزید میکنیم دیدن میکنیم از تهران از تهران for three days به مدت سه روز three days و receptionist منشی هم که میگه where is she now اون الان کجاست واژه now یعنی الان uh, where هم یعنی کجا where is she کجاست الان I need to check her passport. من نیازه که I need to یعنی من نیازه که یا نیاز دارم که نیازه که من چک check کنم her passport پاسپورتش رو و the tourist گردشگرم میگه she's standing over there she's standing فعل stand به معنی ایستادن هستش و she's standing یعنی اون در حاله وایستادن یا وایستاده over there over there یعنی اونجا اون ور وایستاده by the gift shop by به معنی به وسیله یه چیزی هستش ولی وقتی که بعد by ما یه مکانی رو میاریم یعنی کنار پس by اگه قبل از یه مکان بیاد به معنی کناره یا اه... کنار معنی میده پس میتونیم مترادفش رو نیر نزدیکه یا نکس تو جنبه بغل دسته ترجمه کنیم بای د گیفت شاپ شاپ به معنی مغازه هستش و گیفت هم یعنی هدیه گیفت shop یعنی مغازه هدیه فروشی یا کلا کادو سرا یا کادو فروشی میشه Here is her passport اینجا هست پاسپورتش ساختار here is Uh, در حالت کلی یعنی اینجا هست ولی توی فارسی uh, به معنی بفرمایید میشه here is یعنی بفرمایید her passport پاسپورتشو receptionist منشی هم میگه thank you ممنونم this is your key اینم کلید شما this is your key اینم کلید شما it's room 213 اتاق 213 213 hope امیدوارم که یا امید است که واژه hope یعنی امید داشتن uh, hope اینجا دو حالت داره uh, یکی اینکه i قبلش بوده و هست شده یعنی i hope یعنی من امیدوارم که یا کلا در حالت کلی یعنی امید است که you enjoy شما لذت ببرید enjoy یعنی لذت بردن enjoy enjoy و خود واژه enjoy هم از joy میاد joy یعنی لذت یا خوشی و enjoy یعنی لذت بردن your stay از اقامتتون stay معنی اقامت کردن یا ماندن و enjoy معنی اقامت هستش از اقامتتون توی تهران enjoy لذت ببرید اب اینجا هم که نوشته hotel reception پذیرش هتل از خود درس هم باید متوجه بشید که ساختار M is R به اضافه ING داره استفاده میکنه این درس یعنی گرامر درس در مورد حال استمراری هستش یه زمانی که الان در حال اتفاق افتادنه ولی از کارورد های این زمان واسه بس آینده بسیار نزدیک یا near future هم میشه استفاده کرد پس am is R با ing همون present continuous یعنی حال استمراری و یکی از کاربردهای دیگهش near future یعنی آینده بسیار نزدیک هستش که ما آینده رو با will میگیم کلا آینده نا مشخص یا مبهم رو با will میگیم و آینده ای که ما واسش برنامه رزی داریم یعنی مثلا میگیم هفته بعد سه شنبه این کار رو میخوام کنم یه پلن باشه از ام is are going to استفاده کنیم که ب... به ساختار be going to معروفه که بعدها احتمالا با این ساختارم آشنا باشید اینجا ما داشتیم که گفتش که are you staying here for two nights یعنی آیا شما در حال اقامت کردن هستید اینجا به مدت دو شب منظورش اینه که در آینده یعنی شما میخواید قصد دارید که اینجا دو شب بمونید پس این رو دیگه نمیشه الان ترجمه کرد این ساختار رو باید حالت آینده ترجمه کرد ولی تو انگلیسی از حال برای آینده استفاده میکنن ادامه میدیم و باز اینجا میبینید که گفته my wife and I خانومم و من یا من و خانومم are visiting Tehran for three days داریم دیدن میکنیم از تهران به مدت 3 روز که میتونه یه علامت آینده نزدیک هم باشه خب میریم صفحه بعدی page 31 صفحه 31 practice 1 تمرین 1 talking about travel صحبت کردن راجع به مسافرت یا سفر listen to the examples گوش بدید به مثال ها then ask and answer with a friend و بعدش بپرسید و جواب بدید یا پرسش رو پاسخ داشته باشید با یک دوست with a friend خب اینجا پرسیده که are you visiting Tehran? are they traveling around the world? is Paul booking a room? is Kate checking the map? اگه دقت کرده باشید are و is رو اینجا میبینید با فعلی که ing داره با هایی که ing دارن این ساختار رو که الان در موردش صحبت کردم ساختار present continuous هستش یعنی حال استمراری یعنی زمانی که در حال انجام شدن همین الان و در جواب این سوال are you visiting تهران تو داری تهران رو بازدید میکنی یا قصد داری تهران رو بازدید کنی yes i am بله من هستم جواب کوتاه are they آیا اونها در حال مسافرت around the world دور دنیا هستند و جواب منفی no they aren't نه نیستند. Is Paul؟ پال یه اسم یه مرده به خاطر همین با هی جواب داده. Is Paul booking a room؟ آیا پال در حال رزرو کردن یک اتاق یا قصد داره که یه اتاق رزرو کنه؟ Yes he is. بله او هست. Is Kate Kate هم که اسم خانومه به خاطر همین شیا برده Is Kate checking the map آیا Kate در حال چک کردن نقشه هستش No, she's reading the guidebook نه اون در حال ING رو در حاله یا مشغوله ترجمه کنیم مشغوله خوندنه یا در حال خوندنه The guidebook کتاب راهنما هستش ادامه می دیم Practice 2 تمرین دو بازم همون ساختار و صورت سوال و اینجا با این سری با WH ها سر و کله داریم یعنی کلمات پرسشی که دیگه yes no question نیستن میبینید اینجا همه yes no question بودن ولی پایین دیگه بهشون میگن WH question یعنی کلمات پرسشی Who is speaking English now? Who is speaking English now? خب واژه who به معنی چه کسی یا کی هستش دابلیوش خونده نمیشه Who هو از کی هست سپیکینگ در حال صحبت کردن کی مشغول صحبت کردن انگلیش انگلیسیه نهو الان و این دخترم جواب داده سارا یا سیرا یعنی سارا و اینجا هم دوباره پرسیده What is he doing اون پسر اون مرده داره چیکار میکنه واژه دو به انجام دادن هستش یا کار خاصی رو انجام دادن What is he doing یعنی چی کار داره میکنه مشغول به انجام چه کاری هستش He is buying a ticket اون مشغوله یا در حال خرید یک بلیته. Buying a ticket ticket یعنی بلیت و buy هم یعنی خریدن Where is Ali going کجا داره میره علی پس WH WH امون where هستش یعنی کجا و WH دوممون هم what بود یعنی چی where is Ali going فعل go یعنی رفتن و going یعنی در حال رفتن علی داره کجا میره where is Ali going و در جواب he going to Maribor airport he going to یعنی داره میره به Maribor airport airport هم به معنی فرودگاه هستش. واژه air یعنی هوا و port هم به معنی مرز یا بندر هستش. What are you doing؟ داری چیکار چی چیکار چی داری میکنی؟ What are you doing؟ و در جواب I'm filling out the reservation form. واژه fill به معنی پر کردن هستش و ing گرفته یعنی من هستم در حال پر کردن reservation form فرم رزرو کردن how are they traveling how are they traveling چطوری به با, چه وسیله ای are they آنها هستند traveling در حال مسافرت they are traveling اونا دارن مسافرت میکنن by train با قطار با قطار دارن مسافرت میکنن by train پیج 32 صفحه 32 عکس هایی که مربوط به این درس هستش با نوشته های زیرشون بیلیت خریدن یا خرید بیلیت بای ticket. تیکت تکت تیکت یعنی بیلیت تیکت و بای هم یعنی خریدن یا خرید کردن سه تا کلمه توی انگلیسی هستش که مثل هم خونده میشن کلمات زیادی هستن که مثل هم خونده میشن و این سه کلمه هم مثل هم خونده میشن by buy buy بای اول یعنی به وسیله یا با که اینجا داشتیم بای train یعنی به وسیله قطار یا با قطار واژه دوم بای یعنی خرید کردن بای تکت خرید یک بیلیت و بای آخر هم به معنی خدا نگهدار هستش check the passport چک کردن پاسپورت the پاسپورت پاسپورت یعنی پاسپورت یا گذرنامه ادامه میدیم check in وقتی که شما وارد یه هتل میشید واسه رزرو اتاق چک این میکنید اصلا و منشی مدارک شما رو نگاه میکنه و کلید اتاق رو بهتون میده و وقتی که هم میخواید کلید رو به منشی تحویل بدید و مدارکتون هم میگیرید شما اصطلاحا چک اوت میکنید و دیگه خارج میشید از هتل چک اوت نگاه کردن به جدول زمانی واژه تیبل یعنی جدول و تایم هم یعنی زمان تایم تیبل یعنی جدول زمانی چک the تایم چک کردن جدول زمانی که البته عکس مناسبی نیست واسه این درس چون که مربوط به پرواز هستش و توی فرودگاه هست و این برنامه هفتگی مدرسه رو اینجا آورده خب اینجا پرواز کردن یا بلند شدن یک هواپیما میشه take off take off و نشستنش فرود اومدنش میشه land land ادامه دیم page 33 صفحه 33 exchange money exchange money واجه money یعنی پول و change هم یعنی تغییر دادن یا عوض کردن ولی exchange یعنی تبادل خب ولی طبیعتا در اینجا اکسچنج مانی و تبدیل پول یا تبدیل ارز هستش با چنج اشتباه نگیرید چنج یعنی عوض کردن یا عوض شدن ولی اکسچنج یعنی تبادل کردن رد و بدل کردن یا تبدیل کردن پول fill out the form پر کردن فرم book a hotel word book به معنی کتاب حالت اسم میشه ولی اینجا فعلیه یعنی رزرو کردن هتل رزرو کردن یه هتل یا اتاق pack for a trip trip یعنی مسافر مسافرت for pack for یعنی بسته بندی وسایل جمع کردن وسایل pack for a trip talk to a receptionist talk to یعنی صحبت کردن با که الش سایلنت خونده نمیشه talk to صحبت کردن با a receptionist با یه منشی صحبت کردن page 34 صفحه 34 language melody ریتم یا ملودی زبان listen to the conversation گوش بدید به مکالمه یا گفتگو and pay attention و دقت کنید attention یعنی دقت pay هم یعنی پرداخت کردن ولی رو هم pay attention یعنی توجه کردن تو the intonation of به تونه یا intonation of yes no questions yes no questions یعنی سوالاتی که جوابشون yes no هستش که با منظورش با فعل افعال توبیه یعنی am is are خب پس به آهنگ یا تون صدای این جملات دقت کنید Uh, کیانا و سارا دارن صحبت میکنن کیانا میگه که Are you working with the computer now? Are you working with the computer now? یعنی آیا تو الان داری مشغول کار کردن با کامپیوتر هستی الان؟ و سارا میگه Yes I'm searching for a hotel in Sanandaj I'm searching for a hotel in Sanandaj من دارم سرچ میکنم جستجو میکنم Uh, واسه یک هتل در سرندج uh, یعنی دنبال یه هتل در سرندجم سرچ فور یعنی دنبال کردن یا جستجو کردن uh, واسه یه چیزی کیانا هم میگه Is it possible to book it online? Is it possible? امکانش هست تو book it online که رزرو کنی اونو آنلاین آنلاین رزروش کنی و سارا میگه یس yes, of course بله البته ادامه میدیم listen to the questions below and then practice گوش بدید به سالهای پایین و بعدش تمرین کنید خب فایل صوتی رو اینجا واسه خودتون پخش کنید خب به اینتونیشن من یا آهنگ صدای من گوش کنید و همه این سالها چون یس نو کوشن هستن انتونیشنشون رو به بالا یا رایزینگ هستش یعنی خیزانه در آخر تون صدا یه ذره رو به بالا میره میخونم سال یک رو Is it a beautiful country? Is it a beautiful country? و معنیش آیا اون یه کشور زیباست؟ سال دو Is he a tourist? Is he a tourist? معنیش آیا اون آیا او اون مرده گردشگر یا توریسته شماره 3 Are you staying here? Are you staying here? معنیش آیا شما اینجا میخواید بمونید اقامت کنید شماره چهار Is she searching for a hotel? Is she searching for a hotel? آیا اون خانومه در حال جستجو در حال دنبال دنبال یک هتل یا دنبال یه هتل میگرده داره واسه یه هتل سرچ میکنه جستجو میکنه شماره پنج Are you traveling to Shiraz? Are you traveling to Shiraz? آیا شما در حال سفر کردن یا مسافرت به شیراز هستید؟ و سوال آخر Are they checking out? Are they checking out? آیا اونا دارن خارج میشن؟ خب یه ساختار رو اینجا آورده گفته که این رو با معلمتون تمرین کنید Talk to your teacher صحبت کنید با معلمتون I am interested in How about you واجه یا اس کلن رو هم I am interested in یعنی من علاقه دارم به Interested یعنی علاقه مند من علاقه مند هستم به یا در زمینه ی. How about you شما چطور مثال مثلا میگم I am interested in sports من به ورزش ها علاقه مند هستم How about you شما چطور و ساختارهای دیگه یا میتونید تمرین کنید این بیشتر یه کار سرکلاسی هستش Page 35 صفحه 35 grammar, grammar Look at the tables below نگاه کنید به جدول های پایین و And listen to your teacher's explanations و گوش بدید به توضیحات معلمتون این جدول عنوانش affirmative یعنی تأکیدی یا مثبت هستش و ساختار حال استمراری رو اینجا داره توضیح میده حال استمراری چیه؟ خیلی ها شنیدید دیگه میگن ام و فعل آی دار این میشه ساختار حال استمراری و یعنی چه زمانی؟ یعنی زمانی که همین الان در حال در حال اتفاق افتادنه خب و این آینجی رو ما میتونیم در حاله ترجمه کنیم یا مشغوله بریم یه نگاه به زبان ها بندازیم اینجا Persian یعنی فارسی English انگلیسی Arabic عربی French فرانسوی German آلمانی و زمایه رو اینجا I به معنی من He یعنی او پسر یا مرد They یعنی آنها خب I am speaking Persian من در حال صحبت کردن فارسی هستم He is speaking English اون پسره اون مرده در حال صحبت کردن انگلیسیه They are speaking French اونها در حال صحبت کردن مثلا فرانسوی هستن ادامه میدیم دو تا جمله منفی رو اینجا میبینیم با I I am not و I'm not uh, دو تا ساختار منفی با I am که منفی شده I am not یا I'm not جمله اول I am not speaking Persian I am not speaking Persian یعنی من uh, در حال صحبت کردن فارسی نیستم و جمله بعدی I'm not speaking Persian که مخفف شده I am شده I'm ادامه میدیم ساختار رو همین ساختار رو با she ادامه میدیم she is شده چی؟ شده she is not she is not یا yeah, she isn't و ساختار رو میبینید همه یکی هن. یعنی او در حال نوشتن یک نامه نیست she is not writing a letter she is not writing a letter she isn't writing a letter letter یعنی نامه و write هم یعنی نوشتن و شما هستید میشد you are ولی منفیش اینجا شده you are not و سه حالت داره you are not you're not you aren't که سه جور میشه منفی بشه you are not reading a book شما مشغول خوندن یک کتاب نیستید you're not reading a book you aren't reading a book منفیشون هم خوندیم حالا میخوایم حالت های سوالیش رو بخونیم فرق این جدول با جدول اولی اینه که در جدول اول am, از آر بعد از فایل هستند ولی در حالت سوالی اینا رو ور میدادیم میاریم اول جمله و اگه دقت کنید میبینید که اینا اول جمله هستن و به اینها میگن yes no question واژه question یعنی سوال question و yes نو no هم یعنی سوالاتی که در جواب باید ما بگیم yes یا no معنی کلمات رو اول بگم a book یعنی یک کتاب short stories یعنی داستان‌های کوتاه newspapers روزنامه‌ها a poem poem یعنی یک شعر یا یک ترانه خب حالا گفته که reading هم فعل ما هستش read یعنی خواندن reading هم یعنی در حال خواندنه Am I آیا من هستم reading در حال خواندن مشغول خوندن a book یک کتاب Is he آیا اون مرد اون پسره آیا او مذکر reading در حال خوندن short stories داستان کوتاه Are they reading newspapers آیا اونها uh, در حال خوندن روزنامه هستن ادامه میدیم باز دوتا تا حالت Uh, سوالی اینجا داریم Is Sarah آیا سارا بوکینگ در حال رزرو کردن آنلاین آنلاین هستش در حال رزرو کردن آنلاین هستش uh, Are you visiting Iran آیا شما uh, قصد دارید ایران رو uh, دیدن کنید ویزیت کنید سر بزنید Are you visiting Iran ادامه میدیم پیج 36 صفحه 36 WH questions خب حالا WH question چیه؟ یعنی سوالاتی که question سوالاتی که دیگه is are اولشون نیست WH اولشونه خب اینجا رو دقت کنید اینا am is are اولشونه و یه WH دقیقا به همین ترتیب بذاریم اینجا میشه چی؟ میشه WH questions خب اینجا دو تا WH رو میبینیم How یعنی چطور How چطور و where یعنی کجا where کجا خب going هم یعنی در حال رفتن how am I going یعنی چطوری آیا من دارم میرم how is he going چطوری داره میره اون اون پسره یا مرده how are they going چطوری دارن میرن اونا where یعنی کجا where am I going کجا دارم میرم Where is he going؟ کجا اون داره میره؟ Where are they going؟ کجا اونها دارن میرن؟ ادامه میدیم مثلا با What یعنی چی؟ سوال پرسیده What is she playing؟ Play یعنی uh, نواختن و گفته که What is she playing؟ یعنی چی داره میزنه؟ چه سازی رو داره میزنه؟ یه سوال دیگه Who یعنی کی؟ Who is speaking to the teacher؟ Who is speaking to the teacher? کی داره صحبت میکنه با معلم؟ قبل از اینکه این قسمت این بخش رو درس بدم به این ترکیب ها یه نگاه بندازیم. این ترکیبات رو ترکیباتی هستن که دو تا اسم هم اضافه شدن و بعد از اسم اول یه ا اومده. روسری کیت، پیراهن جک، دفتر معلمان. کلمه دوم اسم یک شخص هستش و کلمات اول یه دارایی و یا یه وسیله این افراد هستند اینجا رو نگاه کنیم کیت سکارف واژه اسکارف منی روسری هستش و کیت هم یعنی کیت برعکسش میکنیم یعنی روسری کیت میشه کیت سکارف و یه اپاستروف اسم میذاریم بعد از اون شخص که ربطش بده مالکیت داشته باشه بهش Kate's scarf یعنی روسری کیت، Jack's shirt پیراهن جک و دفتر معلمان منظور از دفتر اینجا اتاق دفتر هستش Teachers' office خب این تا مربوط به این قسمت هستند فهمیدیم که یک وسیله یا یک چیزی مربوط به یک شخص باشه با apostrophe S اون رو بیان می کنیم. و اگه کلمه جمع باشه مثل این مثال آخر معلم ها یا معلمان دیگه اون اپوستروفی اس نمیگیره فقط یه در حالت نوشتن یه اپوستروفی اینجا میذاریم و همون جوری هم تلفظ میشه یعنی هیچ فرقی نمیکنه تیچرز آفیس دیگه خبری از اون صدای اس اپاسترف اس نیست تیچرز آفیس بیریم قسمت بعدی رو نگاه میکنیم چرخهای ماشین یا پایه های صندلی درب اتاق اینها رو اگه نگاه کردید فهمیدید که دو تا کلمه غیر انسان یا غیر جاندار هستند به خاطر همین با آو کلمات رو جدا می کنیم و خبر خوب اینه که وقتی از ترکیب آو استفاده می کنیم، دقیقا ترتیب کلمات مثل ساختار فارسیه یعنی چرخهای ماشین میشه The wheels of the car Wheels یعنی چرخ Wheels چرخهای The car هم میشه ماشین یا the legs Leg یعنی پایه The legs پایه های Chair صندلی یا درب اتاق The door میشه در یا درب درب The room the door of the room. در room به اتاق پس در این قسمت از پاسtrophفی S استفاده میکنیم و اگر جمع باشه یعنی خود اون کلمه اس آخرش داشته باشه، دیگه ما اس رو نمیذاریم، یه اس کافیه و اگه مربوط به ترکیباتی باشه که هیچ کدومشون انسان نباشه، از آو استفاده می کنیم جای خالی آو ده جای خالی مثل این مثال ها یه ترکیبات دیگه هم داریم ترکیبات صفتی میشن موصوف صفت میشن یعنی مثلا میخوام بگیم کتاب جالب کشور زیبا اینجا دیگه هیچ کدوم از اینا استفاده نمیشه دیگه جالب یک اسم نیست یک صفته و صفت ها هم تو انگلیسی میرن قبل از اسم ها قرار گیرن مثلا کتاب جالب میشه interesting book یا کشور زیبا میشه beautiful country دیگه خبری از a یا s نیست ادامه میدیم page 37 find it پیداش کن find and underline present continuous tense in the passage below پیدا کن و زیرش خط بکش زیر چیو tense یعنی زمان زمان حال استمراری و present continuous tense in the passage below در متن پایین واژه present به معنی اکنون یا حالا هستش و continue یعنی ادامه دادن continue continuous یعنی در حال ادامه و استمرار و present continuous رو هم میشه حال استمراری یعنی زمانی که همین الان در حال اتفاق افتادنه از دور اونا رو خط کشتم یک بار از روی مست میخونم This is Paul این پال هستش He is a tourist from Germany او یک توریست اهل آلمانه He's going into a gift shop داره وارد در حال وارد شدن به یک کادو فروشی هستش مغازه کادو فروشی With his wife با خانومش They are opening the door of the shop اونها در حال باز کردن در مغازه ان now الان they're talking to the shopkeeper الان هم دارن صحبت میکنن مشغول صحبت کردن با shopkeeper یعنی مغازه هستند هستن to find که پیدا کنن suitable gifts gift یعنی هدیه gifts هدیه ها یا کادوهای suitable suitable یعنی مناسب آیش سایلنت خونده نمیشه suitable یا suitable gifts for their daughters واسه دختراشون و داتر daughter یعنی دختر فرزند دختر و توی آمریکایی daughter داره خونده میشه G و قبل از سی خونده نمیشن daughter و their daughters یعنی دختراشون Paul's daughters دخترهای پال are living in Spain now در حال زندگی کردن در اسپانیا هستند. در حال حاضر now خب و گفته که های حال استمراری رو یعنی هر جا فل ing داشت مشخص کنید اینجا گفتیم he's going they are opening they're talking و Paul's daughters are living ادامه میدیم tell your classmates به هم بگو tell your classmates five activities به بگو به هم کلاسیات پنج تا فعالیت you guess که حدس میزنی your family members are doing now که اعضای خانوادت در حال انجام اونا هستن در حال حاضر now مثال خودش داده example مثال I guess حدس میزنم my brother برادرم is praying now الان داره نماز میخونه اگه مطمئن هستید اون شخص داره یه کار خاصی رو انجام میده میتونید با این کلمه شروع کنید جملتون رو I'm sure sure یعنی مطمئن I'm sure مطمئنم که توی این جای خالی اعضای خانوادتون رو میذارید و توی این جای خالی فعل ها رو میذارید و به فعل ها به این کلمات اول ing اضافه میکنید که حالت استمراری بشه مثال بزنیم I guess حدس میزنم My younger sister خواهر کوچیکم is در حال listening to listening دیگه ببینید ing گرفت listening to music right now یعنی در حال گوش دادن به موسیقی هستش right now همین الان یا yeah, I'm شور sure, مطمئنم که my مادر مادرم از هست doing در حال انجام housework کارهای خونه right now الان پس این جای خالی اول اعضای خانواده جای خالی دوم فعالیت هایی که الان دارن انجام میدن با حالت آی آینجی خب ادامه بدیم یه نکته ای که اینجا قبل یادم رفت بگم و قبل باید میگفتم اس مالکیت رو با مخفف اس مخفف از که میشه همین apostrophe اس اشتباه نگید مثلا اینجا هیز گوینگ یعنی او داره میره اینجا مخفف اس هستش ولی پالز daughters اینجا دیگه اس مالکیته پس این دوتا اس رو با هم اشتباه نگیرید ادامه بدیم پیج 38 صفحه 38 listening reading and writing مهارت گوش دادن درک مطلب یا خواندن و نوشتن conversation A قسمت A listen to the conversation گوش بدید به مکالمه and answer the questions below و پاسخ بدید به سوالات پایین متن مکالمه برندا از انگلستان تماس گرفته با یه وبسایت و گفته که قسمت رزرو کردن رو نمیتونم پیدا کنم خب تماس گرفته و اون منشی گوشی رو برداشته گفته که Hello who is speaking Hello who is speaking سلام کی داره صحبت میکنه یعنی میشه بفرمایید کی هستید شما شما کی هستید و برندا هم گفته های سلام It's Brenda Uh, من برندا هستم اینجا ببینید ساختار ایتس یعنی آن هست ولی واسه معرفی کردن خودمون پشت خط از این ساختار استفاده میکنیم ایتس برندا من برندا هستم from England یعنی از انگلستان و منشی گفته how can I help you uh, چطور میتونم بهتون کمک کنم برندا هم گفته I'm checking your website دارم وبسایتتون رو چک میکنم but ولی I can't find نمیتونم پیدا کنم The reservation section Section یعنی قسمت یا بخش بخش رزرواسیون رو نمیتونم پیدا کنم و منشی هم گفته OK, let me help you Let me help you یعنی اجازه بده به من کمکت کنم و برندا هم که گفته Thank you so much خیلی ممنونم سوالا رو بخونیم Where is Brenda from? خب گفتش که برندا from England She is from England اهل انگلستانه سال دو What's Brenda doing؟ برندا داره چی کار میکنه؟ She is checking website پس she is she is checking the website قسمت سه سال سه What is her problem؟ مشکلش چیه؟ She can't find the reservation section she can't find the reservation section Let's midim qismat b conversation b listen to the audio gush bedid be fayl soti and answer the questions below va posokh bedid be soalat pain qabl az in ke be soala posokh bedim matn fayl konim mehmet is <laughs> a tourist from turkey محمد یه گردشگر یا یک توریسته از ترکیه. He is visiting Iran. او داره از ایران دیدن میکنه. Now الان he is buying a ticket to Mashhad. او در حال خرید یک بلیط به مشهده. He is talking with the front desk. Front desk یعنی میز جلویی و روهم یعنی پذیرش یا همون رسبشن. He is talking یعنی در حال صحبت کردن با پذیرشه He is asking about the ticket price او داره میپرسه راجب در مورد ticket price price یعنی نرخ یا قیمت قیمت بلیط داره میپرسه He wants to stay in Mashhad for two nights او میخواد بمونه در مشهد به مدت دو شب بریم سراغ سوال ها سوال اول Where is Mehmet from? محمد اهل کجاست He's from Turkey He's from Turkey اهل ترکیه است سال دو Where is Mehmet going to محمد داره به کجا میره و خودش گفت He's buying a ticket to مشهد داره به مشهد میره پس میگیم He's going to مشهد سال سه is he asking about داره راجع به چی میپرسه He's asking about the ticket price. راجبه قیمت بیلیت داره سوال میپرسه ادامه میدیم پیج 40 صفحه چهل Reading, Speaking, Listening and Writing مهارت خواندن، صحبت کردن، شنیدن و نوشتن Read the following questions on card A بخونید سوالات زیر رو روی کارت A Then ask your classmates بعدش بپرسید از همکلاسیاتون and write their answers. جواب هاشون رو بنویسید on card B روی کارت B. سوالا رو میخونم و جواب هم شما باید دقیقا به این شکل جواب بدید و پاسخ بدید. سوال اول What are you doing now? داری چی کار میکنی؟ با این ساختار جواب بدید. What is he doing? یا What is she doing? اون پسر یا اون دختره داره چی کار میکنه؟ Who is brave? کی شجاعه؟ What's our teacher doing? معلممون داره چیکار میکنه What is your best friend doing بهترین دوستتون داره چیکار میکنه؟ میکنه سمیمیترین دوستتون Who is doing his homework یا yeah, Who is doing her homework کی He داره مشقشو انجام میده کی داره تمرینشو انجام میده ادامه بدیم. Page 41 Role play نقش که مربوط به سر کلاس میشه Play the roles of a tourist and a receptionist نقش یک توریست و یک منشی رو بازی کنید With one of your classmates با یکی از همکلاسیاتون Follow the conversation of the lesson دنبال کنید مکالمه درس رو یعنی دقیقا مکالمه درس رو بیارید و یکی نقش توریست توریست باشه و یکی هم نقش است. دقیقا متن مکالمه رو تکرار کنید صفحه 116 photo dictionary دیکشنری تصویری listen to درس دو travel مسافرت خب اینجا بیلی فروشی هستش buy a ticket خریدن یک بلیت بلیت خریدن check the passport چک کردن پاسپورت check in check in یعنی وقتی وارد یه هتل میشیم و پذیرش میشیم check the timetable چک کردن برنامه زمانی take off بلند شدن هواپیما برخواستن از زمین بلند شدن exchange money تبدیل پول صفحه 117 fill out a form پر کردن یه فرم book a hotel رزرو کردن یه هتل منظورش هتل روم اتاق هتل هستش Pack for a trip pack for a trip. Uh, جمع کردن وسایل یا بسته بندی واسه مسافرت یعنی سفر تا to reception reception است یعنی منشی تا تو هم یعنی صحبت کردن با منشی way the baggage way the باش یعنی وزن کردن baggage یعنی uh, اسباب بساسیه وز کردن اسباب اساسیه baggage reclaim تحویل گرفتن اون چمدون و بار و اسباب اساسیه ادامه میدیم صفحه 118 board the plane board the plane سوار هواپیما شدن make a voyage. voyage voyage یعنی سفر دریایی و make a voyage یعنی یه سفر دریایی رفتن take an express train take an express train express یعنی پر سرعت سری سری و سر یک قطار سری و سر گرفتن یا سوار شدن pay toll toll هم که میشه عوارضی پرداخت کردن عوارضی یا عوارضی پرداخت کردن خب اینم از قسمت photo dictionary بریم سراغ کتاب کار Lesson 2 درس دو Travel مسافرت صفحه 22 سال یک Choose the correct forms شکل های صحیح یا درست رو انتخاب کنید سال اول My brother برادرم and I و من checking the website در حال چک کردن وبسایت هستیم پس R رو انتخاب میکنم سال دو The tourist توریست در حال buying gifts در حال خرید کادوه چون یک نفره پس از رو انتخاب میکنم سوال سه The officer یا the officer checking the passports افسر در حال چک کردن پاسپورت ها هست چون یک نفره پس از رو انتخاب میکنم سوال چهار John and his wife جان و خانومش زنش staying here for three days Uh, اینجا به مدت سه روز در حال اقامت هستند چون دو نفرن است آر استفاده میکنیم سوال دو جملات زیر را با زمان حال استمراری کامل نمایید کمپلیت یعنی کامل کنید the sentences جملات رو present continuous tense زمان حال استمراری خب زمان حال استمراری همون ام و ایز و آر با فل آی دار هستش خب سال یک آی ام traveling تو مشهد میبینید که travel یه ام اومده قبلش و خودش هم یه آی گرفته یعنی من در حال مسافرت کردن هستم به مشهد سال دو برندا is booking ا روم آنلاین برندا در حال رزرو کردن یک اتاق به صورت آنلاین هست سوال سه They are washing their car now اونها مشغول شستن ماشینشون همکنون هستند سال چهار We are exchanging money at the airport ما در حال تبدیل کردن پول در فرودگاه هستیم ادامه میدیم پیج 23 صفحه 23 سوال سه آن the following sentences سنتنسز جملات پایین رو مرتب کنید The tourist شماره یک The tourist is filling out a reservation form توریست در حال پر کردن یک فرم رزرواسیون هستش سوال دو Is your brother checking the map? آیا برادرت در حال چک کردن نقشه است؟ سوال سه What are your little brothers doing now؟ یعنی yani, uh, برادرهای کوچیکت در حال انجام چه کاری هستن الان؟ سوال چهار My friend's father uh, پدر دوستم is traveling now الان در حال مسافرته سوال چهار Write a phrase for each picture بنویسید یک عبارت واسه هر اکس خب اولی کتاب دفتر زهرا که میشه زهراز نوت بک و نقشه ایران The Map of Iran ادامه میدیم در کلاس یک The Door of Class One یا The Door یه ده هم. اینجا میتونیم اضافه کنیم The Door of the Class 1 عکس بعدی پنجره اتاق یا پنجره خونه The window of the room پنجره اتاق The window of the house پنجره خونه پایه های سندلی The legs of the chair The legs of the chair و پاسپورت احمد کریمی احمد کریمیز پاسپورت صفحه 25 سال 5 write a sentence for each picture بنویسید یک جمله واسه هر عکس عکس اول رو داریم check the timetable میگیم he is checking the timetable یعنی الان در حال چک کردن برنامه زمانی هستش دو they're shopping اونها در حال خرید کردن هستن they're shopping سوال سه filling out a form he's filling out a form او در حال پر کردن یک فرمه checking in a hotel they're checking in a they're checking in a hotel یعنی اونا دارن مورد پذیرش قرار میگیرن دارن پذیرش میشن پنجمی he is going to the airport او در حال رفتن به فرودگاهه. و آخری he is traveling by train او در حال مسافرت کردن با قطاره سال بعد صفحه 27 find six words related to the lesson پیدا کنید شش تا کلمه مربوط به مرتبط با درس یا همون که منظورش travel مسافرته خب پک پک یعنی جمع کردن یا بستبندی وسایل تکت تیکت یعنی بیلیت و پاسپورت یعنی پاسپورت لند فرود آمدن ایرپورت فرودگاه بک رزرو کردن سال بعدی گفته که اینها رو در ستون مناسب خودشون قرار بدید put قرار بدید the words کلمات رو in the correct column در ستون صحیح یا ستون درست دقت کنید که کالم یعنی ستون انش سایلنت خونده نمیشه خب فعل ها پک بسته بندی کردن یا جمع کردن بوک رزرو کردن و لند هم یعنی فرود آمدن و اسم ها پاسپورت پاسپورت ticket بلیت و ایرپورت هم به معنی فرودگاه قسمت بعدی گفته که با اینا جمله بسازید write some sentences with the words found بنویسید تعدادی جمله با کلمات پیدا شده land the airplane is landing هواپیما در حال فرود آمدن book he's booking a room او در حال رزرو کردن یه اتاقه pack I'm packing for a trip. من در حال جمع کردن وسایلم هستم for a trip واسه یه سفر. Airport. She's checking the timetable in the airport. او در حال چک کردن برنامه زمانی در فرودگاه. Ticket. My father is buying tickets online. پدرم در حال خرید بلیت به صورت آنلاین. Passport. The receptionist is checking the passport. پذیرش یا منشی در حال چک کردن پاسپورت سوال هفت یه متن زبانه قراره که ویرایشش کنیم چون که چهار تا اشتباه داره Edit the following text ویرایش کنید متن زیرو Four mistakes چهارتا تا اشتباه This is Mrs. chris این خانوم کرس هستش She is Paul's wife همسر یا زن پال هستش یا پال خب اینجا باید یه آپوستروف اس به پال اضافه کنیم شی از استندینگ در حال وایسادن ار گفت شاپ در داخل یک هدیه فروشی یا کادو فروشی the door of the shop در در به مغازه is not open باز نیست Mrs. Kress, خانم کرس is wearing هست در حال پوشیدن یا به تن داشتن scarf یک روسری and a manto یه مانتو she wants to او میخواد buy بخره some gifts تعدادی کادو یا هدیه for her family واسه خانوادهش صفحه 29 سال 8 put the pictures in the correct order قرار بدید تصاویر رو در ترتیب به ترتیب مناسب قرار بدید خب اینجا تصاویر رو شما یه نگاه بندازید و بریم به ترتیب باشون جمله بسازیم write a sentence for each picture عکس اول they are at the airport They are at the airport. اونا توی فرودگاه هستن. عکس دوم He is buying a ticket. او در حال خرید یک بلیت. عکس سوم He is talking to the front desk. او داره صحبت میکنه با پذیرش. عکس چهارم The, the airplane هواپیما is taking off. در حال بلند شدن پنجمی The airplane یا the airplane is landing. در حال فرود آمدن یا به زمین نشستن و they are booking a room. اکس آخر اونها در حال رزرو کردن یک اتاق هستند. خب سال نو گفته بر اساس ساعت جملات رو کامل کنید. Complete the sentences about yourself. کامل کنید جملات رو راجبه خودتون از ساختار I'm فعل با ing استفاده کنید یعنی در این ساعت مشغول چه کاری هستید اینجا مثال زده It's 5.30 ساعت پنجونیم AM صبح Now در حال حاضر یا الان I am praying دارم نماز میخونم و بقیه جملات رو هم میتونید به دلخواه خودتون و بر اساس برنامه روزانتون بنویسید ادامه میدیم صفحه 32 سوال 10 underline present continuous tense uh, خط بکشید زیر زمان حال استمراری خب یه مکالمه داریم بین فرانک و سام فرانک و سام فرانک میگه های سام سلام سام how is it going how is it going یعنی yani, اوضاع چطوره و سام هم میگه فاین خوبه thanks ممنونم I want to go to برلین میخوام برم برلین but ولی The fan of my لپ پنکه لپ تاپم فن لپ تاپم is not working again بازم کار نمیکنه یعنی این مشکل رو انگار قبلا هم داشته بازم از کار افتاده و کار نمیکنه. فرانک هم میگه، oh, What's the problem with it؟ وای مشکلش چیه؟ و هم هم میگه، I'm not sure مطمئن نیستم. It's making a noise. داره یه صدایی میده یه سر صدا داره میکنه My brother is working on it برادرم داره روش کار میکنه فرانک میگه When is your flight? Flight یعنی پرواز کی پروازت و سم هم میگه It's at 5.30 p.m. یعنی ساعت پنج و نیم هم یعنی بعد از ظهر فرانک میگه Don't worry نگران نباش you still have time تو هنوز زمان داری I think به نظر من it is not serious زیاد جدید نیستین مشکل به ساله رو جواب بدیم uh, بله یا خیر yes or no Frank is traveling to Berlin خب این اشتباهه this is false اشتباهه Sam is Sam داره uh, مسافرت میکنه به برلین نه فرانک سال دو سامز کامپیوتر از نات ورکینگ اگین کامپیوتر سام دوباره کار نمیکنه که درسته یس yes. و سال سه the flight is at 5:30 uh, پرواز ساعت 5 و سی دقیقه هستش که باید یه پی ام هم اینجا اضافه میکرد سال چهار سامز فادر پدر سام is working on his laptop. که اشتباه Sam's brother is. برادر Sam مشغول به درست کردن یا کار کردن روی لپتاپشه. قسمت C Answer the following questions. پاسخ بدید به سوالات زیر که مربوط به متن هستش. What's the problem with Sam's computer? مشکل کامپیوتر سم چیه؟ The fan of his laptop, پنکه یه لپتاپش is not working again. باز کار نمی کنه. سوال دو Who is working on his computer? کی داره کار می کنه روی کامپیوترش؟ His brother is working on it. برادرش داره کار می کنه روش. How, سوال سه How is Sam traveling? Sam چجوری داره مسافرت می کنه؟ He is traveling by airplane. با هواپیما داره مصافحهت میکنه سال چهار is the problem serious آیا مشکل جدیه حاده no it is not serious نه زیاد جدی نیست review one مرور یک مرور درسای یک و دو review باشه review یعنی مرور view یعنی منظره یا دید و re هم پیشونده به معنی باز یا مجددن یعنی مجددن نگاه کردن یا همون مرور Lessons 1 and 2 درس های یک و دو Talking about personality صحبت کردن راجب شخصیت ها Check if you can talk about people's personalities چک کنید که مطمئن بشید که آیا شما میتونید صحبت کنید راجب شخصیت افراد که میتونید برگردید به ویدیو درس اول و این قسمت رو انجام بدید بر اساس اون سلیقه خودتون My teacher is معلمم هست یه ای صفت اینجا بسش میگید Your father is uh, پدرتون چجور آدمیه اینجا می نویسید They و آنها مثلا دانش آموزهای کلاس They are هستند یه صفت می نویسید You can ask check if چک کنید که آیا uh, شما میتونید بپرسید راجع به شخصیت یه نفری سوالش What's یه نفری لایک like بود یعنی اون شخص چه جوریه چه جور آدمیه یا what are they like که این هم باز لایکشون اینجا یادش رفته یعنی اونها چه جور آدمایی هستن قسمت بعدی talking about travel صحبت کردن راجع به مسافرت check if چک کنید که آیا you can ask about travel در مورد مسافرت میتونید بپرسید Uh, سوال های Yes No Question با MSR میتونید بپرسید و بازم اگه اینجا سوال دارید میتونید برید درس ویدیو همین قسمت رو همین ویدیو رو اوایلش رو نگاه کنید uh, You Check If چک کنید که آیا You Can Ask About Travel میتونید بپرسید به مسافرت کردن و سوالاتی رو که اینجا هست WH هستن Who is traveling to? کی داره پرواز میکنه به یه اسم یه شهری یا where is کجاست اسم یه شهر How How is مثلا یه نفری traveling چجوری با چی داره مسافرت میکنه What یعنی چی یا مثلا میتونه چه چیزی یا یه, یه چه کاری باشه که باید بری درس رو دوباره نگاه کنید صفحه 43 language melody ملودی یا ترانه زبان چک اف چک کنید که آیا میتونید uh, You کن تولید کنید یا uh, تولید کنید some sentences یه سری جملات رو with falling falling یعنی افتان با آهنگ افتان and rising intonation با تون صدا یا آهنگ rising خیزان که اینجا اگه جملات مثبت باشن آخر جمله آهنگ جمله یا تون جمله افتان هستش فالینگ ولی اگه yes no question باشه آخرش رایزینگ یعنی آهنگ جمله یه ذره تونش بالا میره قسمت B check if check کنید که آیا you can write some sentences with falling and rising intonation چه کنید که آیا شما میتونید بنویسید یه سری جملات رو با آهنگ افتان و خیزان خب اگه برید به صفحه 31 و 34 کلی مثال ها رو ما قبلا هم توضیح دادیم قسمت بعدی vocabulary واژگان چک if چک کنید که آیا you can write شما میتونید بنویسید some words لغت هایی رو related to related to یعنی مرتبط با personality شخصیت and travel و مسافرت که اینها لغت هایی هستند که مربوط به شخصیت هستند و این لغت ها هم مربوط به مسافرت تمام لغت های کل درس ادامه میدیم صفحه 44 You can check if چک کنید که آیا You can write the relevant words for each picture که آیا میتونید بنویسید لغات مناسب و مرتبط رو واسه هر عکس خب اینجا میگیم he is, he is angry He is angry یعنی او عصبی angry he is careless بی احتیاط حواسش نیست اصلا یا میتونیم بگیم he is clumsy دست و پا چلفتیه ادامه میدیم this is funny این با است یا خنده داره یا حتی میتونیم بگیم this is cute اینجا هاپی ما در حال بلند شدن the plane is taking off خب که من پلین رو اشتباه نوشتم plane اینجوریه the plane is taking off ما در حال بلند شدن ادامه میدیم صفحه 45 در حال خرید بلیته he is buying a ticket اینجا داره پول تبدیل میکنه he is exchanging money ادامه میدیم grammar گرامر check if check کنید که آیا you can change the sentences below میتونید جملات پایین رو تغییر بدید سال اول گفته she is talkative او خیلی پر حرفه، اون دختره و اینجا از خواسته contracted form شکل کوتاه شده شو بنویسید خب میشه چی؟ she is میشه she's و حالت سوالیش she is is با she جابجا میشه میشه is she talkative و تون صدا هم اینجوری میشه is she talkative رو به بالا میره is she talkative و منفی یه نات ما بعد از is میاریم میشه شیز not talkative یا yeah. she isn't talkative یا yeah. شی uh, she is not که اینجا میتونیم ما not رو اضافه کنیم پس سه حالت منفی رو ما میتونیم بنویسیم قسمت دو there is a gift shop here یک مغازه کادو فروشی اینجا هست وجود داره there is ساختارای there is رو خواسته ازتون حالت سوالی there is میشه is there is there a gift shop here و حالت منفیش هم there is میشه there isn't there's not there isn't یا yeah, there is not که هر سه تا حالت درسته صفحه 46 قسمت B check if چک کنید که آیا you can change the sentences below باز هم گفته جملات زیرو رو عوض کنید John is reading a short story John is reading a short story John در حال خوندن یک داستان کوتاه contracted form شکل کوتاه شدهش John's پس is میشه Z. John's و حالت سوالی جان با از جابجا میشه Is John؟ Is John reading a short story? حالت منفیش هم بعد is not میاریم. John's not reading. John isn't. و John is not. ادامه میدیم. سال دو. Minu is traveling to Gorgon by plane. Minu در حال سفر به Gorgon با هاوپیماه. حالا WH خواسته. وقتی اگه کی کیو بپرسیم اسم مینو رو ور میداریم و بقیه جمله رو مستقیم مینمیسیم Who, کی is traveling to Gorgon by plane کی داره مسافرت میکنه به, گر... به گرگان با هواپیما؟ Where, کجا رو پرسیده Where رو وقتی پرسیده تو گرگان رو باید خط بزنیم Where is مینو traveling by plane کجا داره با هواپیما میره و How هم یعنی چطوری با چی که بای پلین رو خط می زنیم How is مینو traveling to گرگان یعنی چه جوری داره میره گرگان خب ادامه میدیم صفحه 47 You can uh, check if چک کنید که آیا میتونید بنویسید عبارت صحیح رو واسه هر عکس. You can write a correct phrase for each photo Use apostrophe S or of از یا آو استفاده کنید خب اینجا این کتاب علیه کتاب میشه بوک و اینجوری باید بگیم This is Ali's book یا علی رحمانیز book عکس بعدی در به یک کلاسه This is the door of the class ادامه میدیم و این هم از پایان این ویدیو امیدوارم که نکاتی که گفتم واسه خیلی مفید بوده باشه تا ویدیو درس سوم خدا نگهدار